باز با آیات مست باز با آیات عشقت مست و بیمارم نکن شعر خوابم می کند آرام بیدارم نکن دوستت دارم بماند وقت دیگر وقت هست بیقرارم مثل هر شب خوب من زارم نکن کار دستم می دهد این گونه خواهش های تو راحتم بگذار چم راحتم بگذار جانم پای در کارم نکن عاشقی آسایش من عشق من کاوین من عاشقی آس... آسایش من عشق کاوین من است جان من با واجه های داغ بزارم نکن سرخوش از گلبار عشقم به خود از خود می شوم من پر از آرامشم امروز را حارم نکن من زمینی نیستم شاید سکوتم بهتر است خواهشان دست مرا ول کن گرفتارم نکن من پریناز غزلهایم چرایش را نپرس با دلیل حرف و منطق باز آزارم نکن سلام عزیزان دل سلام وطن عزیزم امیدوار هستم حالی همگی شما خوب باشه عزیزان دل هر جای دنیا هستید خوب و خوش و آرام بوده باشید افغانایی عزیز و خواهرای بسیار زیبای ما خواهرای عزیز ما در هر جای دنیا هستید پشتو زبان، ازبک زبان و فارسی زبان، ترکمن عزیزان از هر قوم و هر ملیتی که هستین در افغانستان دوستتان دارم گلایای شما ها را گاه به گاه میشنوم و میبینم که پیام میتین در بعضی جای ها که شما وقتی میگین سلام فارسی زبان ها و ما یک کمی آزرده میشیم عزیزان خواهرای بسیار نازنین و دوست داشتنی ما دخترای افغان ما و شما وطندارای ما هستید اگه من نامی از پشتون و ازبک و ترکمن نمیگیرم یعنی منظور من این نیست که من دانه دانه بشمارم و کل تانه حساب کنم من همه شما را دوست دارم شما روی چشم ما جایی دارین و یک طرف قلب من شما دخترای افغان هستین باور کنین خواهرای نازنین و دوست داشتنی من. من قدر دوستتان دارم قدر دوستتان دارم که هر ساعت یعنی روز سه چهار بار من کامنت های زیبای شما ها را بعضی وقتا عزیزان هر اینی نمیگم بعضی وقتا یعنی هر ساعت شاید ما اگه وقت کنم که در سر موبایل بروم اول کامنت های زیبای شما را میبینم وقتی کامنت های زیبای شما را میبینم یعنی میفهمم که قدر من شما را دوست دارم شما مرا دوست دارین ما کل تانه دوست دارم برای من فرق نمیکنین پشتون باشه وزبک باشه یا تاجیک باشه یا هزاره یا ترکمن عزیزان دلیا بقیه اقوام افغانستان کل شما خواهرای ما هستید دخترای افغان که میگم یا وطندارای عزیزم میگم یعنی شما را همه شما را گفتیم عزیزان دل عزیزان دل خواهرای دوست داشتنی ما یک سلام دیگر برای فارسی زبانای عزیزم فارسی زبانه کشور همسایه و دوست افغانستان که فعلا زیادتر دوستی های ما در این روزا شدت میگیره خدا کنه که میگه هیچ وقت کسی دیگه در ما دو تا شیطان دخالت نکنه شیطان ها خودشان از هم دیگه شاید بپاشانن اگر کشور همسایه و دوست ما ایران یادشان باشه زمان های طالب اول که چی بلا در سر اینا ورده بودن خب در سر البته و مردمی که اونجا کار میکردن در اداره فرهنگ و در کنسولگری بودن آدمای پاک و آدمای خوبی بودن حالا فکر کنم که فعلا که اینا با طالبا یک جای شدن خب اینا را شما میفهمین که ما هم میفهمم من امروز یک ویدیو رو شنیدم از یک برادر ایرانی ما که البته یه ویدیو خیلی وقتا نشر شده بود ولی من تو یک رفتم در سر اینستاگرام دیدم که عزیزان دل از بس که دلی برادر درد داشت یعنی میگفت در امامتان ام در جمکرانتان چی و چی و چی و چی کردم حتی دینم گفته بود در دینتان چی کردم اینی ای, ای مردم دلشان درد دارن مثل ماها دلشان زخم زخم هست از دست ای طالبا خو عزیزان دل امروز یک بایتی کوتا را برای یک عزیز ما می خانم که بسیار خوش داره که ما بیت بخانم اینجور به من نگاه نکن آتش به هستیم نزن تو وصله جون منی دختر افغان این را برای دختره که خواندم که اسمش فکر کنم یاسمین باشه خودش میفهمه از چرا برش خواندیم اگه میخوای دوباره برات میخوانم مشکل نیست در هر جای اعلان میکنی اعلان کو که بر من ترانه نخوان من بازم دوباره بر ترانه میخوانم اینجا رو به من نگاه نکن آشه آتش به هستیم نزن تو وصله جان منی <applause> دیگه شنام نمیگم عزیزانی دل یعنی ای که آتش به هستیم نزن ای خو یک شعر بود که من شنیده بودم خواندم ولی خواهر ما بسیار زرده خاطر گفته بود که هر دفعه که ویدیو جور میکنین یک ترانه بر من بخوان من رو برای برش خواندم خود دوستان عزیز خواهرای بسیار زیبای من امیدوار هستم که حال همگی شما خوب باشد در هر جایی دنیا که هستید دوستتان دارم امروز داستانی را برای شما عزیزان نشر میکنم یا برای شما با شما شعر میسازم داستانی را از خواهر بسیار عزیز و محترم ما که بعد از به گفته خودش بعد از سی سال خواهر دوگانگیشان اینا پیدا کردن یعنی بعد از سی سال خواهر دوگانگیشان اینا در امریکا پیدا کردن چه قسمی عزیزان دل پیدا کردن اینا گم نشده بودن خب داستانه برتان نشر میکنم که بشنوین البته مادر و پدر اینا زنده هستند در افغانستان ولی دخترا فعلا در امریکا هست و دخترا نام خدا هر کدامشان یعنی کلان کلان و صاحب سی ساله آدم هست البته ای که پیدا کردن پیش از پنج سال پیش پیدا کرده بودن که یالی من داستان می میکنم تقریبا سی و پنج سال میشم عزیزان دل دختری زبای افغان که فعلا در امریکا زندگی میکنه اینا در شهر زیبا و بسیار باستانی مزار شریف زندگی میکردن در دنیا آمدن که اینا دوگانگی بودن و مادر و پدر اینا از فقر فراوان که بسیار زندگیشان در سختی بوده یعنی 35 سال پیش که عزیزان نمیفهمم فهمم چی سال میشه 35 سال پیش اینا در مزار شریف مادر و مادر اینا دو تا دختر در دنیا میاره که پدرشان اه, یعنی شوهر خانم خوب چون اینا نرفته رفته بوده ماینه تلویزیونی نه دیگه نمی که ای دوگانگی هسته خیال کرده که ای, اه, یک دانه هسته چون بچه سیومشان بودن دو تا داشتن ای سوم بوده همیشه مردکه دا, ای, اه, دا زنش می گفته که اگه این دفعه اولاد کردی یعنی دو تا دختر دیگه هم داشته اگر دختر کردیم ما دختر یک از بیادر خاندای ما اولاد نداره بسیار بر ما عذرزاری کرده یک مقدار پیسه هم بر ما پیشنهاد کرده که ما بر تو پیسه میتون بیادر خانده یک دوستی که آشنا بوده ازنا. که از که ما را گفته که اولاد کردیم ما ایرا پیسه برد میتون دختر بود دما بیتی اگه بچه بود مال خودت ما چون تو تا دختر داریم در دا زنش گفته ما ای یکی را در میتی سودا کن بازی زن بیچاره وقتی که اولادش ای را میبرند در شفاخانه بسیار وضعیت خراب اینا در خانه بسیار حال اینا بد میشه اگر نمیگه مادرم دخترش میگه مادرم دو اولاد در خانه کرده که چون نه پول داشته و نه پیسه ای که ای که در شفاخانه بیتن وقتی که مادر اینا بسیار حالش بد میشه همونایی که میخواستن دختر اینا را اولاد اینا را بگیره که نه فامیده که بچه است دختر ولی منتظر بودن که ای اگر دختر بود بگیره اگر بچه بود در خود اینا بتا مرتب عزیزان خبر میگرفته که اینا خبر میگیره میبینه که بسیار حال از بد است در خانه اینا میگه ایم را ما شفاخانه میبریم پدر اینا میگه که نه ما پیسه ندارم شفاخانه ببرین ما از کجا کده بتم اینا میگه ما خیر هسته پیسه شفاخانه رو ما میتیم خب مردکه میگه اگه بچه بود باز شما که گفتین ما پیسه دختر رو میتیم گفتن نه بچه هم بود ما پیسه میتیم برای خدا ما ایره شفاخانه میبریم خب خلاصه عزیزان دل یعنی در خود مزار شریف نبوده در یکی از شهرهای اطراف مزار شریف بوده کی را میبرن شفاخانه عزیزان دل که تا در شفاخانه میرسه این یک دو ساعت بعدش ای ولادت میکنه یک دوگانگی دختر دوگانگی دختر میکنه ای دا البته ای زنی که همراه اینا رفته بوده در شفاخانه گفته بوده ما بخاطر که اینا را ما اولادش میگه اینی مثال پرسان کرده بوده که تو چی کاره ای هستی وقتی که ای را برده زن گفتم و خاطر که گفته اگه دختر کنم و میگیرم بر من میتا اگه بچه کت خودش میگیره وقتی که ولادت میکنه دوتا یک کشه همی زن میگیره که اینا رو شفاخانه برده بر اینا یک مقدار پیسه میتا یعنی یک دیگه ای را دکتر شفاخانه که دکتر بوده دم شفاخانه اگه میگه شما نمیخواین خویش شده بیتی همه که اینا بر تو میتم ما دو برابری مولاد ندارم ما, ندار ما میتم اینی زن و شوهر قبول میکنن یعنی یک مقدار پیسه را از اینا میگیره هم از داکتر میگیره هم از ای دوتا دخترها را در مردم میته خودی زن خالی میایه خانه ای بسیار گریه میکنه ای زن بسیار اینی 24 ساعت گریه میکرده یکی دوستش بوده می مرد که سودا کرده بوده اینا نزدیک خانه اینا بوده یعنی در اون جایی که نام ششته ای می بعض وقتا از این دختر خبر می گرفته یعنی می دیده ای را بعض وقتا آموزن زن می آورده ای شیر میداده داده او را به خاطر که خوب نو زایمان کرده بوده اولاد کرده بوده یعنی برای زنا مشکل نبوده شیر دادن اولاد خودش بوده بازیره را خب خلاص عزیزان دل دو سال در پیش همی زنی که ای را خریده بوده می مانه که زن خودش اولاد میکنه اولاد میکنه یعنی بچه میکنه پسر به دنیا میاره بعد از این دختر دو ساله شده بوده این زن همیشه میرفته از یگان جای این دختر می دیده و خانه اینا میرفته این زنی که ایره خریده می که بسیار در این دختر خودش علاقه داره و بسیار زن از پشتی می تپه در شوهرش میگه بیام یه اولاد پس در اینا میتیم این زن بسیار از پشتی دختر می تپه. خداوند که بر ما یک پسر داد بخاطر خاطری بیام دختر اینا رو پس میتیم تیم ده اینا شوهرش قبول میکنه میگه درست هستم ما اگه خیر است پیسه مصرف کردیم ولی ما یک ثوابی کردیم خداوند جوابش ما داد عزیزان دل خداوند همیشه جواب می تایید شما مطمئن باشین خداوند بسیار مهربان است یعنی خداوندی که ماها در قلب ما هست این یک خداوند بسیار مهربان است البته از این خداوند مهربان بعضیا یک چیزهای دیگه جور کردن که بعضیا وحشت میکنن یعنی بعضی ما بعض میبینم دمی فیسبوک ها دمی انستگرام ده بعضی سوشال میدیا که به خدا بعضیا دو میزنن البته خداوندی که ما قبول داریم در قلب ما هست و یعنی بسیار مهربان است و زود حق دقدار میکنه اینا وقتی ای دخترم میاره با لباس و کالا و ای زن نداشته برازی خود ای دختر قصه میکنه که برازی تلا خریده بوده و نقره چوری خریده بوده و برزی گوشواره خریده بوده و بسیار کالاها کرده بوده ای میاره پیش مادرش که ما دخترتان پس میتون برتان اینا ایش باورشان نمیشه اینا میگه که ما پیسه نداریم پسش ما بیتیم اما قپیسه که شما داده بودین اینا برای خودش هم قپیسه دو تا اولاد عزیزان یک زمینه که بسیار خرد خریده بوده که در سر او خانگک جور کنه مردک گفتم ما او پیسه رو خرج کردیم ببینین داستان عزیزان در افغانستان ما چقدر بدبختی و دربدری هست برای مردمی افغانستان خو عزیزان میگه که ما پیسه نداریم برتان بتویم زن دست شده گردن زن دیگه مندازم میگه خواهری عزیزم خداوند که بر من یک بچه داده بعد از اینکه من دخترت تو رو گرفتم من امروز آمده می توفیق گرانبه ها و من بسیاری رو دوست دارم یه قدر من دوست دارم میره خیال نکو که من این نمیخوایی میره بر تو آوردیم خاطری که میفهمم تو از گوشه و کنار همیشه می میبینی و ای دختر اگر جای بازی میکنه یک دفعه که من بعض وقتا میبینم تو اما تو مادرانه میایی آه کشیده بغل میکنی و من میخوایم این توفه رو برای تو هدیه بدم که بسیاری دوتایشان گریه میکنن و از خداوند تشکری میکنن سپاسگزاری میکنن خدایا شکرت که همچین انسان های پیدا میشه که من اولاد ما پس گرفتم ولی او یکی که دکتر بوده عزیزان این زن برش میگه که یگان دفعه اگه خواستی بوری و دکتر ببینی اولادت تا ببینی ما تو میبرم چون زن دیگه بیچاره بسیار ساده و بی پول آدمای افغانستان آدمای غریبش عزیزان ما بسیار تو مردمای هستن که زیاتر در شهرانه نمیرن زیاتر جاها رو بلد نیست غریبای افغانستان همیشه عزیزان زیر پا هستن و مظلوم هستن یعنی مظلومای افغانستان میگه اگه خواستی بوری ما تو را میبرم برو و دختر تا یک ببین ببر بسیار دختر این میگه من را میبری میگه آه تو را میبرم هر روزی که تو گفتی ما تو را میبرم در مشفا که تو دختر تا ببینی عزیزان بعد از دو سال یعنی از یک دو سال و زیادتر که تیر شده بوده اینا یک روز دختر گرفته میرن در شفاخانه که او دختر رو ببینه دخترش که از همونهای که کار میکردم هم کارهای دکتر میپرسم میگه او نامده او چند روزیه هیچ در سر کار نمیایه نمیفهم کسی اطلاعی نداره پس میاین عزیزان دل پس بعد از یک ماه دو ماه دوباره خب ورشی نبوده خب در خود شهری مزار شریف نبوده در کدام شهر و قریش بوده در کدام اطرافش دوباره زن میای ای که بیا من تو را باز میبرم خدا کرد شاید دختر دیگه تام دیدی ببین او چی رقمی شده ای که یعنی تو مقبول و تو زیبا او چی قسمی شده اینا بعد از چند وقت دوباره میرن که پرسپال کنن از یکی دکتر کجاست اونا میگه دکتر تقریبا چند ماه میشه که شفاخانه ریلا کرده ما نمیفهمیم که آیا در افغانستان هست یا نیست ولی یک کم و کمی خبر داشتیم که اونا را اسپانسر کردن در امریکا مادرشان اسپانسر کرده و کارایشان میگفت کارای ما در حال جور شدن هستن و خیال میکنم که بعضی ها میگن که ما خیال میکنیم که رفته امریکا ولی ما چیزی نگفته ما خبر نداریم خب آدم های نزدیک نبوده البته همو نرس بوده یا مثال کسایی کار میکرده زن مادر دوتا تا دوگانی بسیار گریه میکنه میگه وی خیلی خود خب دیگه خدا پشت پناهش برد دیگه تا او وقت میگه دختر میگه تا او وقت هم مادر و احساسی نسبت به او نداشته خب میگفته او را فروختیم بعد از اینکه خانم دو باری را میبره و این حس مادرانه گل میکنه و این بسیار دلش میسوزه خب خلاصه عزیزان او را میبره و این دختر دیگه در پیش اینا کلان میشه میگه مادر ما بعد از ما دو تا دختر دیگه هم کرد که یعنی یک دوغلو دوگانگی دختر میکنه و دو تا دختر دیگه داشته و یک دانه دیگه بعد از این دوباره دختر میکنه خو عزیزان اینا صاحب پنج تا دختر بودن که یک اینا را فروخته و دو تا چهار تا دیگه, دیگه اینا پیش اینا میمانه میگه خواهرای ما کلشان آرستی کردن در افغانستان پدر اینا را یکی یکی هر کدامشان در یک ولایت یکش قندهار، عزیزان دل کابول میگه ما من یکی ماندم در خانه چون ما از پشت ما یک خورد دیگان بود او خورد دیگار هم دشوی داد و ما در خانه ماندم مادرم همیشه میگفت که ای را دشوی نمیتم باشه مرا جمع کنه چون همیشه میگه دلش اگه دیگه میسخت مرا یک ساعت بغل میکرد و گریه میکرد که او کجا شد خدا میفهمه کجا رفت خواه عزیزان مادر است دیگه یعنی مادرها فراموش نمیکنن ولو که 20 سال بگذره 30 سال بگذره خو عزیزان فراموش نمیکنه مادرها میگه ما در جایی که میشیشتیم از امریکا یک فامیلی آمدن و خواستگاری ما که من را بر بچهشان خواستگاری کنم میگه مادرم گفت من در امریکا نمیتم او قدور من نمیتم دم داخلی خود افغانستان باشه میتم دخترم اگه نباشه نمیتم میگه فامیل بچه شله گرفته بود که خو خیر است ما هیچ دختر تو روان نمیکنیم بچه ما آمریکا هست خیر میگیم بیا هر سال یا هر شش ماه یک بار این اینا رو بازی میتن اینا قبول میکنن میگه بسیار یک پیسه کلانی را بر پدر مادرم پیشنهاد کرد و پدرم مرا داد به اینا میگه ما کردیم بعد از یک شش ماه که شوهر ما دایم مرا پاکستان میبرد و میورد مرا می گفت که ما زودتر تو عامله شوی پاکستان می برده عزیزان اینا رو در کابل تا دوی می کرده و چند بار رو پاکستان می بره می تو زودتر عامله شوی که ما شش ماه که مانده که ما پس میرویم آمریکا. امریکا می گفت خلاصا مرا دو شش ماه یرچه دو بار پاکستان برد و تمام مزار و کابل گشتند و ما دو شش ماه عامله نشدم میگه ای رفت امریکا یک چند وقتی را در امریکا بود که پس آمد که ما دمه گفت ما کارهای تو را از اوجه شروع کردیم و من میخوایم تو را ببرم امریکا میگه گفت ما گفتم اگه مادرم خبر شوه و زارش میگم میگه مادر ما یک حسی عجیبی نسبت دمه داشت نسبت برای دخترای دخترهای دیگه شوق وابسته و قدیوانوار دیوانوار عاشق اولادهای دیگهش نبود ولی مرا که اگه که مرا امریکا میارم مادرم سکته قلبی میکرد میگه خلاصه شوهر ما کارای ما را شروع کرد و کارای ما جور شد بعد از یک سال یک سال دیگه که کارایشان را جور کردن میگه ما عامله شدم در افغانستان و مرایی گرفته آورد امریکا خو عزیزان دل اینا که در امریکا میاین اینا چند سال را اینا در امریکا میباشه که شروع میکنه البته ایره شوهرش میگه برو زبان رو بخانه. زبان انگلیسی رو میخوانه و خوزیاتر عزیزان دختره افغان یا سواد ندارن در افغانستانی هم که دارن زبان انگلیسی رو نمیخوانن میگه من شروع کردم زبان انگلیسی رو بخوانم و بازم زبان تکمیل کردم یک سه سال زبان خواندم باز مرا وارد کالج شدم شوهرم مرا می بخوان که مثل ما کارگر نشوی ما می خواهیم تو یگان شفاخانه نرس شوی یا یگان شفاخانه یگان دکتر شوی می گفت من خنده می میگفتم او یال ما تا دکتر شم خب پیر میشم میگفت خیر هستن. میگه ما او اولادی اولم در دنیا آماد ما یک پسر به دنیا آوردم بعد از او دوباره ما شدم در امو آسنایی که ما کالج میخواندم باز یک پسر دیگه در دنیا آوردم که ما مرتب کده مادرم گب میزدم میگه ها وقتی که ما آمدم مادرم رفتم کتش خداحافظی کردم گفتم مادر ما برای مدتی میریم ایران برای زیارت میریم یا برای تفریه میریم چکر میریم میگه مادرم گفت خو خیر است بچه وقتی که ما در امریکا رسیدیم بعد از یک ماه ما بر مادرم زنگ زدم گفتم مادر جان یک چیز برات میگم اوش کده باشی تشویش و استرس نکنیم ما میخوایم چند وقت دیگر هم در ایران باشم گفت با مادرم گفت بچه ایم است اولاد مردم هست دیگه خب خیر است یک سال ندیدم شش ماه ندیدم تو را چی میشه میگم ما گفتم مادر اگر مثال من یک سال نبینی میتونی تعمل کنی گفت آبا چه میال آدم مردم شده گفت مادر ما امریکا میگم میره که گفتم مادرم یک بویی کد وی گفت رفتی گفتم مادر جان من سر سال پس میایم گفت که او بچه باورم نمیشه گفتم نه مادر وعده کنم که من سر سال پس میایم ولی مگه من سر سال پس نرفتم یعنی دو سال بعدش من رفتم افغانستان یک بار دیدم خب عزیزان میگه در کالج شروع کردم درس ما که در اصنای کالج ما اولاد کردم دوباره یک بچه دیگه که اینه پشت سر هم اینا دو تا بچه میکنن که بعد از دو تا بچه عزیزان اینا کالج هم میخوانه شوهرش میگه برای چند وقتی بیا جلوگیری کنیم که اولاد نکنیم ما میخواهیم که تو یگان چیز شوی اینی عزیزان تا آدم های روشن فکرم پیدا میشه که ببینین چقدر هم خودش ها کمک میکنه و هم زنش ها. که یعنی یک دختر بیگانه رو میاره خب بعضی ها انسان هستن عزیزان دل بعضی ها انسان هستن در خانواده خوب کلان میشن انسان بار میاین میگه مرا گفت که بیا جلوگیری میکنیم که دیگه اولاد نکنی برای چند وقتی تا می درس تخلاص کردی باز شروع میکنیم ما تو جوان هستیم میگه من خود من خوش داشتم که یک دخترم بکنم ولی می که شوهر مخالفت میکرد خوب میگفتم خیر است میگه کالج خواندم سالی که من کالج تمام کردم قرار شد من یونیورسیتی بروم ولی شوهر ما گفتم که من یونیورسیتی نمیرم ما میخوایم در میجه که تامی وقت خواندیم و میخوایم یک صد از کورس هایی که خوشدارم بگیرم میگه زیادتر آرایشگاه را خوش داشتم ولی شوهرم گفت آرایشگاه خوب نیست بیا نرس بخوان همین سرتیفیکیت نرسنگی را بگیر و برو در شفقان ها کار کن میگه اگه من بخواستم نرس بخوانم یک رشتهش چار ساله بود یک رشتهش دو, ساله بود یک رشته دیگهش که من فقط میتونستم در بعضی خانه سالمندان کار کنم و شش ماه هم از می گرفتم ولی من دو ساله خواندم که بروم در بعض جایا که فشار میگیره عزیزان دل پیشکاری میکنه خون میگیره نمیفهم شاید هم برو من میگم دو چهار ساله هسته که خواهر ما اشتباه کرده ولی تا جایی که من فهمیدیم کسایی که پیشکاری میکنن و فشار خون رو میگیرن اینا چهار ساله از رشته کالج ولی خواهر ما میگه من دو ساله رو خواندم شاید او وقت با یال فرق میکنه او تایم اونها خود چند سال پیش بوده چندین سال پیش بوده خب، با یال فرق میکنه میگه من دو ساله خاندم خلاصا من نرس شدم در شفاخانه ما در یکی از ایالت های گرم سلی امریکا زندگی میکنیم یعنی عزیزان نور تسته اینه به نظر من جنوب میشه جنوب امریکا که شاید طرفی نمیفهم کجا میشه عزیزان دل میگم ما در شروع کردم در کار کردن در شفاخانه وقتی که من وارد شفاخانه شدم میگم ما در شوهرم گفتم یالی درس ما تمام شد ما دیگه درس نمیخونم و من میخوای معامله شما میگم به شوهرم رویش طرف مکرد گفت عزیزم یک چیز اگر از بخوایم بر من نه نمیگی گفتم نه گفت میتونی امی درس ادامه بده حالا که کالج میگی تمام کردیم و من نرس شدیم میتونی دوباره شروع کنیم و میخواییم تو دکتر شوی میگه من رو طرف شوهرم دیدم گفتم من دیگه نمیتونم درس بخونم خسته شدیم گفت نه من میفهمم که تو میتونی بیا درس تشروع کو ما میخوایم که تو دکتر شوی عزیزان دل اینا دوباره میگه هم کار میکردم اینه ده شفاخانه در روز میگه دفته سه روز ما در شفاخانه کار میکردم و سه روز دیگه ای را درس درس میخواندم کل کار خانه را شوهرم میکرد هم شوهرم کار بیرون میکرد میگه هم خانه لباس میشوشت دیک پخته میکرد اینه عزیزان دل هستن برادرای افغان بعضی هستن بسیار نرمال و بسیار آدم های خوب که کم دیده میشه در جامعه افغانی ما میگه تمام کار خانه رو این میکد که من بیخی میشر میدم یکان دفعه میگه برش میگفتم که من بیخی تو شده زنی خانه و من مرد خانه میگفت نه من میخوایم که تو در یک هدف بالا برسی و آدم موفق شوی من تو رو کمک میکنم میگه خودش درس نخونده بود در امریکا که آمده بوده ام زبان رو یاد گرفته بوده دیگه کلش زندگیش در لفت اوبر تا و عزیزان لفت اوبر رو همین غذا میبرد دانای در خانه ها. میگه در اونمو تیر کرده بود بخی که وقت من رو مورده بود میگه میگفتم من یک دوست داری که درس بخانم تو چرا نخوانده میگه طرف من میدید میگفت من نتانستم اگر من میتانستم ولی من نتانستم خو عزیزان خواستن توانستن اگه میتونن میخواستن اونا میتونستن شاید کورمغز بودن یا کور تنبل بودن مغزشان <applause> خب میبخشن عزیزان دل که برادر ما شاید ویدیو رو ببینه ویدیو خانم شانه که خودش بسیار اصرار داشت که ویدیو ما رو پخش کو و ما و شوهرم میخوایم ویدیو و داستان خود ما رو ببینیم خو عزیزان دل میگم ما شروع کردم درس ده در خواندن یعنی پنج سال پزشکی رو خواندم که خب پزشکی بسیار زیاد است سال پنجم پزشکی بود میگه ما یک جای یک سمینار داشتیم که ما در اون سمینار رفتیم شرکت کردیم که در اون سمینار میگه ما یعنی ما سه افغان بودیم دیگه از کشورهای ام... از کشور خود آمریکا بود از کشورهای پاکستان، ایران، هندوستان، حتی عزیزان من میگه از چین، روسیه از کل جای ها بودن که سمینار تقریبا سمینار صد نفری هم زیادتر بود که میگه ما در اونجا شرکت کردیم و از ما پرسان میکرد که مثال از فلانی کشور چند نفر است که ما دست بالا میکردیم گفت از افغانستان میگه وقت نوبت افغانستان آمد گفت از افغانستان چند نفر است که یعنی اصلیتش از افغانستان باشم میگم من ما سه نفر دست ما را بالا کردیم ما بودم امی که یک دختر دیگه با یک مرد دیگه میگه ما دست بالا کردیم سه نفر میگه یک ما طرف یک دیگه ما سعی کردیم و از امو اشاره یک دیگه ما را سلام کردیم این سمینار که یک بریک داشت در وسطش که ما قرار بود که بریم نان چاشت بخوریم در مد خدا خدا بودم که کتمینا من یک سلام علیکی کنم و اینا را بشناسم میگرفتم که اینا سلام علیکی کردم و اینا را من شناختم که افغان هستن و از کجا هستی از کجا نیستی و او مردکه، یک برادر ما بود که گفت من از کنده هستم و این دختری که زنی که بود امرای ما ای گفت من از مزار شریف هستم از مزار شریف آمدیم و بسیار خورد بودیم آمدیم و درس نخوندیم ولی ما چون مادر ما مرد و ما بسیار میگه بسیار یک داستان غم انگیز تعریف کرد گفت وقتی ما آمدوم امریکا یعنی بعد از دو سال مادر ما فوت کرد و ما بسیار خرد بودم که یعنی چهار پنج ساله اینا از مادرشان میمانه که اینا در خانه فامیلشان کلان میشه که یک فامیلش میگیره البته دولت امریکا میخواست ایره بگیره اینا میگیرن که ما نمیمانیم ای دختر ما میخوایم بگیریم کلان کنیم که عزیزان اینا درس بخوان نخوان بخوان نخوان درس نمیخوان اینا کم کلان میشن دست اینی بلوغ میرسن اینا سر کار میرن خب چون دختری که ساپورتر نداشته باشه و دختری که کتش گپ زده نشوه عزیزان البته خیلی دخترها هستن که از یتیم خانه بسیار جایا میرسن ولی بعض دخترها عزیزان دم خانه های پیسادارها کلان میشه همچین اولاد دختر بچه باشه اولاد با نمیاید میگه ای درس نخوانده نخوانده تا یک زمانی که بسیار کار در سری زوری میکنه که کدامی از این میپرسه که تو چرا درس نمیخونی؟ چرا تو در امریکا کلان شده و تو امریکایی هستی خیال میکنه که امریکایی ای یک زن بسیار درای راست میاره که ای را شروع میکنه یعنی امو وقتی که خواهر اینا درس شروع میکنن سعی کنین عزیزان پلن خداونده امو وقتی درس شروع میکنه اینا در خواندن که نیا می خود دختر دایی میگه ما چند بار میخواستم ایلا کنم و میخواستم نرس شوم باز هم همی خواهر خانم مرا میگفت که نه درس بخوان نرسم نرس هم شو ولی ما مرا در زور در زور اینو تو پوش میکرد که درس بخوان خواه عزیزان دلی دختر ازش میپرسه که مادرت چی شد که مادرت مرد چرا مادرت مرد؟ میگه مادرم مادر, مادر اصلی من نبود مرا گرفته بود کلان کرده بود از یک جایی و خود مادر ما اینجا که آمد متوجه نبود مادر ما سرطان داشت و سرطان مادر مرا کشت ولی مادرم وقتی که بسیار مریض به حال و بد بود دمه گفته بود که ما تو را از یکی گرفتیم خریدیم تو دختر تن من نیستی و یک روزی اگه خواستی فامیل تا پیدا کنی در فلانا جای من از فلانا جایم از فلانا مادرم اینا رو مادرم بر گفته ولی وقتی که مادرم فوت کرد دیگه من فراموش کردم که از کجا بودم پیش یک کم قصه میکنه که اگه مادر خوب بود مرا نمیفروخت بعد هم اومد قصه اونا نشدم مادر من که فوت کرد مرا گفت اگه میخوایی مادر تا دعوت کو امریکا پدر تا دعوت که تو میتانی کلان که شدی میگه سر مره مادر مام گریه میکردم سر مره کتا دستش دست میکشد میگفت اینه تو مادر داری مادر زنده است خیر است اگه من زنده ماندم که از تو خوب موازبت میکنم اگر نه بعد از من کو مادر پدر تا بخوایی گفت بعد مادرم که فوت کرد دیگه ما گفتم اگه اونا آدم های خوب بود مرا سودا نمیکرد. دختر میگم بدن ما تو یک یخ گرم میشه که نکنم ای خواری ما باشم میگذش پرسیدم که وقتی که در شفاخانه تو را چی رقمی خریده؟ نگفته چی رقمی خریده؟ گفت وقتی که در شفاخانه آورده بوده و زن گفته بوده که شوارم گفته اگه دختر کردی دایی یک زن کتش بوده گفته دمی بیتی وقتی که دوگانگی در دنیا می آیا که چون مادر دکتری من که دکتر بوده در مادر،, مادر،, مادر, دیگه من می که می رو در سودا کن قبول میکنه و قبول می کنه و ما را می خره. بعد از دو سالگی من این ما آمدیم امریکا که ما میاییم اینا ما امریکا بازی میگه که در تو نگفته نام ما در کجا چی هسته یا از کجا هسته میگه نه فقط در گفته تو از فلانی جای هستی اما قریه اینا را عزیزان نامش گفته بودم میگه وقتی که تا میتینگ تمام نشده بود میگه ای از من میپرسید که تو چرا قرار از من میپرسید میگفت میشه اما تو یک در فکرام اما تو یک چیزای خطور میکنم میگه چون ما خود ما نرس بودم در شفاخانه یعنی کل چیز زیاد داشتم آزمایش خون گرفتن و تست کردن و دیگر هم میگه من گفتم میگه گفتم بیا پیش من بشی تا همی سمینار که خلاص شد من امرای تو کار دارم گفت چی کار داری امرای من خندید گفتم کار دارم من میخوایم یک چیز بر تو بگویم یک حقیقت بر ما تو روشن شوم خلاص هم میگه خلاص شد من دیگه گفتم من یک خوهر گم شده دارم تو چند سال هستی؟ میگه سن سالش گفت فامیدم در سن سال خود ما که اگر یک کم زیاد اگر از ما شده بود که ما چون مادری خود شفاخانه بود کلی چیزی زیاد داشت کرده بود ولی از ما خود اطراف بودیم و بعد ما تسکیره نداشتیم و تسکیره گرفته بودیم روی تولد و اینای از ما قدقیق نبود ولی از دقیق بود میگه ما فهمیدم که اینمی خواری گم شده ما است. ما گفتم ما خوارم گم شدم. میگه طرف ما دید خندید. گفت ولی داستان مرا شنیده یا داستان سرایی میکنی؟ خود چون دخترهای عزیزان دخترهای که در امریکا در دنیا میایه کلان میشه بسیار رکراس میایه ولی دخترهای افغانستان یک کمی تو چی میگه آدم بسیار سعی تلاش میکنی که یک آدم عدلشه از خودت نرنجانی یا یک آدم بسیار کتش نرم صحبت کنی دختره افغانستان یادت داره ولی دختر افغان که در کلان میشه مثل خودی هم اینا کلان میشه اینطور تو روک و راست چون من دختر خود ما دیدیم من دختر خورد ما در کلان شده ببینی این اخلاقش رو ببینی دروغ در مغزش نیست این هر چی که دا دلش باشه میگه اگه مثال یگان چیز از یک خوشش نبیه یا برش میگه که نه نیه پود نمیکنه ولی دیگه دخترایم میفهمم که اگر یک سیار برش بگوی سیاستا میگه سی... سفید بگوی سیاستا میگه سیاستا ولی دیگه نه این نمیگه از عزیزان دل میگه سمینار خلاص شد گفتم که خوب سمینار خلاص خانه کجاست هم؟ گفت خانه همون تو آدرس داد که دینه دا این فلانی جای ما میشنم خانه ماست و من بویفرین دارم آرسی نکردیم میگه ما طرفش سعی کردم گفت وی جارسی نکرده گفت نه گفت من نمیکنی گفت تا حالا ما پنج تا بوی فرند دلش و من خوش ندارم جارسی کنم ما خوش دارم که هم کسی پیدا نمیشه میگم دم گفت کی میه مرا می میگیره خنده کرد گفت کی کت جور میای ما بسیار بد هستم استم تا حالا تا بوی فرند دلش کردیم میگه من گفتم ما شوهر دارم دو تاولاد دارم. تا اولاد دارم میتونم تو رو دعوت کنم خانه ما بیایی گفته ها بان ما در بویفرندم بگویم اگه قبول کرد با هم میایم قبول نکرد تنها گفتم خوب است یک روز که از قرار ماندم ما گفتم خانه ما بیا که ما ای را در آب یارم از یک آزمایش تست بگیرم که ببینیم ای یک خوار ما یا نیست میگم تا در دلم میگم در مادرم زنگ بزنم باز میگم بان مطمئن شوم باز خو عزیزان دل میمان میکنه خانه شان بعد از البته امو هفته یا هفته دیگه اینا که می خانه اینا ای دختر دایی میگم ما از روز که تو رو دیدیم خیال میکنم خواری گم شده هستی ما مادر ما دوگانگی شد میفروشه تایش میفروش یک شد دکتر میفروش که دیگه شد یکی دیگه که مرا پس میاره ولی ما در شفخانه مادر ما بسیار آمده تو رو بپاله ولی تو نبوده میشه بیا بوریم دو تای ما بتیم که ببینم تو خوار ما یا ای قبول میکنه میگه از جان دل وقتی که اینا میره آزمایش دی ان ای میتن یعنی آزمایش میتن که ببینه ای هم دیگه خوار, خوار هستن یا نیستن میبینه که دو تا خواهر هستن اینا بسیار یعنی وقتی که میفهمن اینا خوشحال میشن و از دیدن هم دیگه بسیار خوش میشن که اینا بسیار خوش میشن عزیزان دل هیچ میگه تو ما در مادر ما خبر بتیم مادر مریض است و ما اگر بخوایم یهویی مادر را غافل گیر کنیم ای شکم میشه یا مثال خدای نکرده کدام حمله سرش نبیه این دو تا دختر بین خودشان این دختری که را پیدا کرده دختر افغانی با دختر امریکایی میگه که کل داستان را برای قصه میکنه که مادرم بعد از تو بسیار یعنی مریضا شد و دردار را دید و بسیار تو قصه میخورد این دوتا یک جای میشه گفته بیا بریم افغانستان میریم مادر را میبینیم کت پدر کارایشان را جور میکنیم و اینا را میاریم خو عزیزان دل اینا دوتا تصمیم میگیرن که برن البته بوی فرندی دختر امریکایی بوده که یام هم را اینا میره اینا میرن عزیزان دل اینا میره افغانستان و مادر میبینن و مادر وقتی که دخترم میبینه یعنی زبانش بند میایه این دوتا که یک جایی میبینه و یک رقم ایران میباشه که چی تو کنه؟ یعنی زبانش بند میاد میگه سه روز مادرم گپ زده نمیتونست فقط طرف مامیدید که ما بسیار ترس خورده بودیم که مادرم خدای نکرده کدام چیز شده و بعد از او کم 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 کم, کم میگه مادرم میگفت که من نمیتونم گریه کنم یعنی گریم بند آمدم از خوشی عزیزان از خوشی زیاد که اینا چند وقت دارم میباشن کت مادرشان که اینا پس می آمریکا امریکا و میخواه کارهای مادر رو جور کنه وقتی که میخوای اینا طرف امریکا بیاید مادرش میگن که ما میخوایم کارهای تو رو جور کنیم تو بیا امریکا مادرش میگن نه من سه تا دختر اینجا هستم ما شما دو تا که هستین روزگارتان بسیار خوب است و شما خوش هستین من نمیتونم رو ترک کنم و بیایم آمریکا امریکا تا شما عزیزان دل مگه خواهرار ما یکی یکی اسپانسر کردیم تا حالی دو تایش ما اسپانسر کردیم و یکش مانده با پدر و مادر پیر ما در افغانستان که کاری رو را انداختیم که طالبا آمد طالبا آمد و کل چیز بند شد و نمی فهمیم که کاری اینا تا کی پیش میره پدر و مادرم در افغانستان مانده و اینام مانده ولی ما خرجی پدر و مادر ما را کامل روان میکنیم برای اونا خانه گرفتیم در مزار شریف خانه خریدیم دو تای ما یک جای شدیم اینا رو در مزار شریف آوردیم از ده اطراف که بودن و ما خرج اینا رو خوب روان میکنیم و نفریم بر اینا ماندیم که خدای نکرده یک وقت اینا ناجور میشه یا دیگه میشه اینا اینا رو شفاخانه ببره و اینا در اینا رستگی کنه یعنی کسی هست از قومیشان که اینا البته یک مقدار پیسه بر او روان میکنه که اینا او را کمک کنه خو عزیزان دل ببینین خداوند مهربان چقدر ما انسان ها را دوست داره و چقدر در ما محبت داره یعنی گم هایی که بعد از سی سال عزیزان هم دیگر را پیدا میکنن خواهر خواهر را پیدا میکنن و در امریکا اینا با یک جایی در یک استیت درس میخوانده و در یک استید بوده این اینا چندین سال از هم دیگه خبر نداشته ولی خداوند ببین اینا رو چه قسمی یک جای میکنه عزیزان دل سالشان هم ازشان نپرسیدم که چی سالی آمدن ولی همین چیزی که برای من میگم ما اصراری در جایی کسی نمیکنم که ما بپرسم که در کدای مستید هستین یا مثال در مزار شریف اگر بر من بگوید که ما در اطراف در فلانی قریه میشینیم نامشه من نمیبرم چون ده هیچ ویدیوی من نبردم و نمیخوایم که تا بعضی ها اصرار میکنه که نام مرا بگو یا مثلا نام نشانی از فامیل ما بگو ما خیلی برش میگم میگم می فردا خوب نیست چون ما در جامعه افغانی ما بسیار لوچکا داریم عزیزان بسیار مردم های ما لوچک زیاد داره مثل من خود من داستان دخترم تعریف کردم من همه چی رو میگم من هیچ وقت چیزی را پود نمیکنم یکی در کامنت نوشته کرده که ببین دختر اگه ای آدم خوب باشه کسی راز فامیلش فاش میکنه این چی رازی عزیزان دل چی رازیه ما دختر ما شا گرفتیم گفتیم دخ... طلاق دختر ما گرفتیم چرا ما قپوت پوتکان بازی کنیم ما با این همه تو بازی کردیم که زندگی های خود ما دختر ما بچه ما که نمیدامی روز رسیدیم که ما را سیاسر نامیدن چرا پت کنیم چرا, چرا میشرمین می شرمین از اصلیتتان افغانا چرا قب می شرمین چرا میشرمین شرمین که یک شما رو بگویا شما طلاق گرفتین چرا می ترسین که یک شما بگویا که اه اه مثال اه تو در جوانی گریختی یا امیالی تو کتی یک بوی بودی او لایت کرد چرا می ترسین اگر تو را بوی فرند میکنه ای را در خودت بفامن که او قابلی تو را نداشته. شوی اگر از شوی طلاق گرفته ایره در خودت قبول کو که او لایق تو را نداشته او قابل تو را نداشته یعنی او آدمی خوب نبوده تو یک زن بسیار خوب هستی و یا او یک آدم احمق بوده ای را همیشه خودتان بگوین نه شرمین پوت نکنین وقتی که من میگم من طلاق دختر من گرفته یعنی من میگم اونا لایق فامیل ما و لایق دختر من نبودن او بچه در دختر من نمی رسید که اگه اونی بیخیامو بیخی همو مردم بود خو نامرد بود مردم بود اونا با او بوشنگی و دربدری اونا اونا لایق فامیلی مرا نداشتن که اونا با ما فامیل باشن و فردا دختر من اولاد کنه و من نواسه من دو تو خانه زندگی کنه خو من برداشتم نمی هایم. چرا تو نمیگین چرا همیشه در خودتان قبول نمیکنین شما برتر هستین که همیشه سعی میکنین که از یکی خوبوت کنین که شما چی بودین مثال یک زن یا شویش در سرش زن گرفته در زور طلاقش داده دا زور طلاقش داده شاید اونا پیسدار بوده یا زن یک مشکل داشته خود چرا توی رو پوت میکنی؟ یعنی از مردم پوت میکنی که مرا طلاق داده بگو لایق مرا نداشت من ازش طلاق گرفتم ما طلاق گرفتم ازش اینه تو بگو لایق تو را نداشته یک وقت شوهرتان میموره مرده یکی از تو میپرسه که شوهر نداری میگه من بیوه هستم. چرا میگی من بیوه خب مرده که مرده تو اگه بومری موری میگم تو میگه من بیوه هستم اقدر مردا زنایشان میموره کی اینا رو بیوه میگه یکی خودتان بیوه نگین یکی دنیا نشرمین مثال یک بوی فرندت کتی یک زنی دیگه یا یک دختر دیگه یک جای میشن تو چرا میشر می و چرا پشت او را میگیری که او چرا او را گرفته دوزی کرد بای با فرنده مرا او تو نگو بگو او مردکه لایق مرا نداشت امو امو هیچ وقتی آدم خوب دوزی نمیشه آدم های لوچک هستن که از این میخزه او از او میخزه او هر جا که خوبتر دید یک مقبولتر دید یک پیسدارتر دید طرفش میره نه شرمین عزیزان من شرم ده خودتان را ندین دختر افغان شرم را دادین میمانین اینمی می اولادایتان ده پیشرفتش سعی کنین اگه اولاد شرمندوک بود ده هیچ جای نمیرسه اولادی که شرم نداشت ترس نداشت از وایمه از چهار اطرافش نداشت اونو در یک جای میرسن همیشه ای ده دخترایتان مغزش فرو نکو که حیا داشته باش حیا داشته باش حیا یعنی چی یعنی حیا چی امی حیایی که قد مغز دخترایتان فرو میکنین نمیره در بچهایتان بگوی نیقه بگو حیا داشته باش خسور دو نزن خوشویته تا دو نزن, نزن. بدری زن تا دو نزن در بچهت فرو کو در مغز بچهت بگو بچه فردا زن میگیری اوش کو با خشویت مثل مادرت رفتار کنی بچه فردا زن میگیری اونو خوشویت مادرت میشه دو نزن خوشویت اگر این خوشویت دو زدی تو مرا دو زدی این حیا و این فتح برای بچه هایتان بخورانین دخترها از خودشان یک کم زیاد دارن زیاد در سر دخترها فشار نبیارین امیش چرا میگین که شرم است و شرم است شرم است شرم چیه شرم یک حقیقتی هست که شما باید پنهان کنین حقیقتا رو خداوند پنهان نمیکنه ما که بنده هستیم چرا مثال همی ویدیوی که خواهر ما من نشر کردم دیروز پریروز که خواهر ما میگفت شوهر من من دیدم لوچ کرده بود با دختری خوردسال زیر سن در اونی موتر خویی یک دفعه اوری دیده خدا میفهمه که بارها و بارها او چی کارا کرده خویی را چرا نشر نکنه چرا ای را نگویه چرا بشرمه یا چرا من بشرمه میره نشر نکنم یه حقیقت است باید مردم بفهمه باید مردم دنیا بفهمه مردم خود ما بفهمه که ببینین ما چقدر جانور داریم که اینا همی روز تا بوار رفته در زیر پای مولا نشنه که ببینم مولا چی میگه در فکر خودشان باشه می می که همی زنی من از من شکایت نکنه اینمی داستان ها را اینمی داستان که من برطان نشر میکنم این فقط برای آدم کردن مردای مرد مرد احمق است مردایی که تو را کردن و باید اینا بشرمن اینا باید بشرمن ما و خواهر ما چرا بشرمیم هر گوکاری اینا کنه ما او را پوت و پنهان کنیم که ما بشرمیم یا مثال ما سارا بشر میگه به نزن به گفته افغانام ها شیر وری میگم شعر وری تو داستان ها را پخش میکنم که شما آدم شوین شما که آدم بشه هم نیستین به خدا آدم هم نمیشین شما هرچی را که ببینین میگه نه ایتو تو نبود ایتو تو نبود بچه بازی نبود در افغانستان امیال بچه بازی هست این امیالی دختر هست این امیالی در کابل میخوای آدرس فایشخانه را برتان روان کنم که ببینین در کدام کوچه این امیالی فایشه خانه است ولی ما با طالب زد هستم از طالب خوشم نمیایه نمیخوایم که طالب بره اونا رو آشوایی کنه اونا اونجا هست این, این وزیرایی که در پارلمان بودن اینا دارن فایشه خانه هایی دارن این وزیرای پارلمانی سابق میگه نه خب او احمقی خودت هست که قبول نمیکنی افغانستان هر چیز داره هر چیز افغانستان عزیزان معدن گلد فیروزه یا قود عقیق میس زمرود عزیزان لاجورد عزیزان تل هر چیز داره فایش خانه بچه بازی آدم کشی زیر کار کردن بچه دوزی اینی زن دوزی اینی زنایی که در سر زنای دیگه زنا را دوزی میکنه یا زنا را خراب میکنه این از این چیزا افغانستان پور است عزیزان پور است دلتان جمع دلتان جمع باشه هیچ وقت نگوین که به شرم گبه نزن تو به شرم که گوش میکنی خب اگه میشرمی گوش نکو وقتی که من میگم دختر افغان شوهرش مرد نبود مادرش سه زن برش گرفته خب جایی که سه زن بر بچهت بگیری برو بچه تا ببر دکتر مایه نکو ببینی داره نداره کدام چیز که قد زن گرفته بر مانده حالا چرا ما او را بشرمم خو حقیقت هست اینجا بیاییم برتان میگون. تو برادر اگر از نداشتن چیزی او برادر دیگه میشر خود تو سعی نکو خداوند دست میکنه به چیز و با چیز دست میکنه یک کراس میکنه داره کراس میکنه نداره حالا تو چرا در سر خودت میزنی که سارای شرم است نگو ما نیستم من چیزی که کس ما به بگویم ما برتان میگم و خدا اگر کدام زنی به من بگویم که آه خوشوی ما را خدا هست کرده بودی نام چیز نداشت خب البته اگه نمی داشت اولاد از کجا میامد؟ خب اما بگویم که تو بود ما اونمو می رو می آیم میکنم برتان ما دخترای افغان سال هاست که در درونشان اینا پوندیدن غم و غصه ها را فقط اینا ریختن اینا گفتم کشته شدن، سوختن، بوریده شدن، بینی، گوش اینا زده شدن کسی نبوده که صدای اینا را در سوشال میدیا بیاره در روی جهان، در جهان نشان بوده که آیا شما خبر دارین زنهای افغان چی میکشه؟ نه امروز یکی پیدا شده مثل من یک نفر پیدا شده که صدای اینا شده و شما میگین بشرم ما چرا بشرمم خواهر ما صحبت کرد گفت شوهر من مرد نبود وقتی که مرا عروسی کرد گفت جایی که خوشی مرا دکتر ببره او را دکتر ببره هر روز مرا دکتر میبرد باز در قابله میگفت نه اوش کده باشی ماینه از دامن ماینه نکنی خو امو خریتش کو. به از دامن ماینه ما نکو به عروس ما به ستر میشه خبر نداره که بچه تو یه چیز نیست اوجا یه چیز نیست چرا قزن میگیری جای شرم نیست عزیزان دل کل حقیقتا باید گفته شوه و اگر بر ما وظیفه داده شده که بیایم کل کل حقیقتا را بیان کنم میکنم کنم هیچ کسی نه ترس دارم نه واهمه دارم نه می ترسم که کسی مرا در اینستاگرام تهدید کنه نه می ترسم کسی مرا در فیسبوک تهدید کنه و نه می ترسم کسی در تیک تاک مرا تهدید کنه البته بعض وقتا می بینم بعض کسا بر ما مسیج میتا که ای تو چیزا را نشر نکو نام افغانا را بد کردی نام افغانا را ما بد کردیم خودتان بد کردیم ما کجا نام افغانا بد کردیم ما داستان های زنای افغانه گفتیم شما بد کردین که نام زنای افغان نام اف... افغانستان بد کردین که مرد پنجاه ساله خودش لوچ میکنه رو بروی دختر کتاوش کنبه قد قد چین چین کلتان بدنش خودش لوچ میکنه و دختر چی؟ او دختر یعنی از بدن لذت میبره او واقع او میایه و بخاطر پیسه ای میگه خو خو تو نشان بده خو خو ما مو که قصه را پیش ما تعریف کرد باور کنم حالا به هم میخورد خب ما تصور میکنم که نوجا چی بوده ای تو نخند <applause> نخند <applause> چرا میخندی خب <applause> حقیقت میگم خب عزیزان دل تشکر بسیار زیاد میکنم از کلتان از کامنت های زیبایتان چی برادرانی ما چی خواهرانی ما فرق نمی فارسی زبان و وطنداری خودم کلشان خواهر برادرای ماست. تشکر زیاد یک جهان سپاس از کلتان که قدر توجه میکنین عزیزان دل خواهر بسیار دوست داشتنی من من یک سفارشات برای شماها شما ها دارم کسایی که بسیار مرا دوست دارین این ویدیوهایی را که بسیار براتون جالب نشان داده میشه در فیسبوک هایتان پست کنین پست کنین بانش که دنیا ببینه در هر جای دنیا هستین این ویدیو ها را در فیسبوک هایتان پست کنین خودی ویدیو را اگر دانلود هم نتانستین اگر تانستین دانلود کنین اگر نتانستین اما تو که پست هم کنین میشه بانش که تمام جهان خبر شد و تمام دنیا افغانایی که در هر جای دنیا زندگی میکنه ویدیو ها را ببینه و ببینن اگر زن بودن ببینن که سر خواهرایشان تی... چی تیر شده مردم بودن ببینن سر خواهرایشان چی تیر شده و مردای افغان دور از خوبای ما باشه چی جانورایی بودن عزیزان دل ویدیو را نشر کنین ویدیو را پخش کنین در فیسبوک ها در اینستاگرام هر جایی که میتونین ویدیو را پست کنین پست کنین من براتان از جان و دل میگم تشکر پست کنین که تا مردم دنیا بدانن و بفهمن که کشور ما چی جریان داشتن که یالا جریان داره در دا این یعنی خدا میگه بعد از بدتر نجات بده اونا بد بودن بد و اینا بدتر اونا حیوان بودن اینا حیوانتر نمیفهم سر اینا چی نامی بانیم هیچ مغزم کار نمیکنه هرچی میزنم که یک نامی در سر می یعنی طالبا بانم نمیشه اگر حیوانم میارم باز میگم حیوانا که بسیار موجوداتی بیا آزار هستن اگر میخوایم جن و بلا بگویم باز میگم جن نخو کسی ندیده که بگوی چیره تو هستن اگر میخوایم بگویم خوک که خوک بسیار مردمی امریکا خوش داره مردمی خوک هم یک ایوان بیازار هستن و گوشتش هم میگه گو بسیار لذیذ هست امریکای می امریکایی ها میگه حال دمه نگویم که البته تو خورده <applause> خو عزیزان دلش نامی فکر من نمیه که من در سر اینا بانم بجوز تروریست که همیشه نام اینا را در دنیا که بخوایم بگویم میگم طالب تروریست به خاطر که مکتبا را بسته کردن پوانتون بسته کردن بریزن زن چیز واز نمانده میگه ما اگر زن بیاید از سرگاه ما میکنیم جلو خودش را بگیره. بگیرن البته ای زیادتر مردای افغان هم تو هستن زن که بگیره ببینن احساساتی میشن املا میکنن خودشان گرفتن هم یا ده زبان یا ده کلام یا ده بالاخره یک رقم یا با چشمش تجاوز میکنه یا با زبانش تجاوز میکنه یا عمله میکنه تجاوز میکنه تجاوز هست بالاخره هر رقم که حساب کنی تجاوز است خو عزیزان دل خدایا رو نگهدار شما امیدوار هستم که در خودتان برسین و در خودتان اهمیت بتین در مقبولیتان در زیباییتان در جوانیتان در پستتان، در مویتان در کالایتان خودتان رو شیک و پک کنین دختر افغان زنای افغان زنایی که میگین ما 50 ساله شدیم 60 ساله شدیم به خدا تو لوکس لوکس بگردین زنای 80 ساله رو ببینی عزیزان تو لوکس میگرده دمی امریکا و اروپا خودتان رو لوکس کنین ده خودتان برسین این تو عطرای بزنین لویوتان رو هم ببینی عطر شش بوی مخصوص داره عطر لویوتان بخرین ده خودتان بزنین کمی درون مترو در میایین دیوانه کنه مردم در سرک میگردین بویتان دیوانه کنه این بوی خوشی لوی دیگه دیوانه کنه است عزیزان اطرای فرانساوی هم بسیار عزیزان اطرای خوب است به خود سوزمی جوی جو نمیدانم از فرانسه است از کجا است بسیار اطرا است عزیزان من خودم از زیاد دارم ولی نامایش یادم رفته جوی است دیگه ایلک و دفعه دیگه اگه محمد مامد باز میگم این از یه عطر استفاده کنین عزیزانی دل عطر بزنین لباس خوب بپوشین عطر بزنین خودتان آراسته کنین تو خودتان آراسته کنین که یعنی تو دسرک که میرین ده تا مرد تا اینه تو شوه اوی از کجا بودی؟ ای پری از کجا بود؟ او پری اوی پری هست ده بعضی خیال کنه هور هستین در خودتان برسین خودتان هور پری هر چی جور میکنین خودتان جور کنین دیوانه کنین مردای افغانه که بان اینا دیوانه تان شوه که اینا طرف اروپایی و امریکایی سعی نکنه اینا دنبال شما را بیافتن عزیزان دل خودتان برسین در خورد و خوراکتان در لباستان آرایشتان در کل در اصابتان گولی نخورین در خودتان که رسیدین رقص کنین میوزیک روشن کنین در پیش میوزیک رقص کنین خواهرای عزیزی من ای سفارش ما برای کسایی هست که بالای 50 هست 50 هست 60 هست رقص کنین کلاس های زنبا برین زنبا هست زنبا هست ایروبیک هست اونا نامال دنس هست برین در جیما شرکت کنین در کلاب ها رقص کنین برین در خودتان برسین لطفاً بله آز خدا زنه افغان زیاد نگین که ما 60 ساله شدیم پیر شدیم یا 50 ساله شدیم پیر شدیم پیر نشدین شما نو جوان شدین در خودتان برسین دوستتان دارم خدایا رو نگهداری کلتان